خب دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو پسوند جمع رو بهتون یاد میدم، یعنی چجوری ما اسمها رو جمع ببندیم، از حالت مفرد به حالت جمع درشون بیاریم. بریم ببینیم که این پسوندها چطور کنار هم قرار میگیرن. خب پسوند جمع پسوند لر هستش که دو حالت داره، پسوند لار و لر. اگر هجای آخر کلمه‌مون طبق این جدول قواعد واجی به حروف کلفت ختم بشه، یعنی یا او باشه یا او باشه یا آ باشه یا او باشه، پسوند لار رو خواهیم داشت. اگر هجای آخر کلمه‌مون یکی از این چهار حرف نازک باشه، ا، ا، ا و ای، اون وقت پسوند لر رو میگیره. خب دوستان، قبل اینکه ادامه بدیم خواستم متذکر بشم که لطف بکنید بعد سابسکرایب کردن دکمه زنگوله رو بزنید که از ویدیوها مطلع بشید، چون معلوم نیست اصلا چه زمانی من ویدیو آپلود بکنم و یا معلوم نیست چه زمانی بتونم لایو بذارم خدمتتون. اینه که اطلاع داشته باشید به نفعتونه، میتونید تو لایو بیاد و سوالاتتون رو مطرح بکنید. از طرف دیگه لطفاً یک دفتر یاد داشتی چیزی حتما زیر دستتون باشه که ویدیو رو استوب بزنید و یادداشتاتون رو انجام بدید، توضیحاتی که میخواید رو بنویسید. دوستانی که در ایران هستن، اونایی که مشکل اینترنت دارن، اونایی هم که مشکل اینترنت ندارن، خب هر چقدر بیشتر ویدیو رو نگاه کنید همونقدر بهتر ملکه ذهنتون میشه، ولی یادداشت کردن همیشه بیشتر بهتون کمک میکنه. اینه که قلم کاغذ رو حتما کنار دستتون داشته باشید. خب بریم مثال هامونو ببینیم تا این قواعد بیشتر جای خودش رو بگیره. خب اگر هجای آخرمون به آ ختم بشه، مثل کلمه انسانلار، انسانلار، ببینید صدایی که در هجای آخر وجود داره رو اینجا قرمز نشون دادم، اینم پسونده که با رنگ قهوه‌ای نشون دادم که متوجه بشید چه پسوندی به چه دلیلی میاد. انسانلار یعنی انسانها، مردم، انسانها. پارچالار، پارچالار یعنی تکه ها، قسمت ها. مثلا چی؟ مثلا اکمک پارچالاره، یعنی تکه های نون، یعنی تیکی تیکی شدن هر چیزی رو که مثلا قسمت های مختلفش رو میگم پارچا. تو خود فارسی هم داریم، مثلا میگیم یک پارچه. یعنی چی؟ یعنی یه قسمت تمام کامل. خب اگر آخرشون به هجای آخر دارای حرف او باشه، مثل کلمات چوچوکلار، چوچوکلار یعنی بچه ها، سرولار، سرولار یعنی سوال ها. خب نگاه کنید تو این مثال هایی که زدم، مثال اول در بخش آخر صدای آ رو داره، مثال دوم صدای آ آخرین حرفیه که وجود داره. اینجا هم صدای او در بخش آخر وجود داره، در هجای آخر وجود داره، اینجا هم باز در هجای آخر وجود داره ولی به صدای او ختم میشه. خب مثال بعدی او، اگه به او ختم بشه، کزلار، کزلار یعنی دخترها.
Sarılar. Sarılar. Yani زردها. خب در فرهنگ ترکی رنگ ها جمع بسته میشن. خب اینم بگم، شما میتونید رنگ ها رو هم جمع ببندید به معنای اینکه، یعنی فرضاً اون چیزایی که زرد هستن. مثلا اگه قرمز بود میگفتیم کرمزولار، اون وقت هم میشد چی؟ چیزایی که قرمز هستن. او کلماتی که هجای آخرشون او داره، پانتالونلار، پانتالونلار یعنی شلوارها، دپولار، دپولار یعنی انبارها. خب همونطور که میبینید تو این صفحه کلن برای صداهای کلوفت مثال زدم و برای همشون هم پسوند لار رو داریم. خب حالا بریم سراغ صداهای نازک. ولی قبل اینکه بریم صداهای نازک رو ببینیم چطوری هستش مثالهاش و کلمه هاش، ازتون خواهش میکنم که دکمه لایک رو بزنین اگر استفاده میکنین. لطفاً لایک هم بکنید که به هر حال منم خوشحال بشم. خب اگه پسفندمون هجای آخرش ای داشته باشه، ارککلر، ارککلر یعنی مردها و یا پسرها، کلن آقایون بهشون میگن ارککلر. کیافتلر، کیافتلر یعنی لباسها. قیافتلر یعنی لباس ها. حالا اگه تو هجای آخرمون ای داشته باشیم مثالمون اینطوری میشه، ایشلر، ایشلر یعنی کارها. کدیلر، کدیلر یعنی گربه ها. حالا صدای ای رو خواهیم داشت. کوچوکلر، کوچوکلر یعنی کوچک ها. صفات هم جمع بسته میشه، یعنی اونهایی که کوچیک هستند. کوچوکلر میشه کوچکترها و یا اونهایی که کوچک هستند. همونطور که رنگ ها رو میتونیم جمع ببندیم، صفات هم جمع بسته میشوند. کتولر، کتولر یعنی بدها، اونهایی که بد هستن. ممکن راجع به انسان ها صحبت بکنیم، ممکن راجع به جنس صحبت بکنیم. ا، هجای آخرمون اگر به ا ختم بشه و یا ا رو داشته باشه، مثل گزلر، گزلر یعنی چشم ها. سوزلر، سوزلر یعنی حرف ها. خب ببینم یه بار دیگه از بالا بخونم. ارککلر، قیافتلر، ایشلر، کدیلر، کوچوکلر، کتولر، گزلر، سوزلر. مثالهای بعدیمون مثالهای متداولی هستش که در زبان ترکی در مکالمه ها، تلویزیون، این ور اون ور زیاد میشنوید. حرف هجای آخر رو باز با قرمز نشون دادم و پسوند رو با مشکی که متوجه بشید چی به چیه. خب بایانلار و بایلار.
یعنی خانوم ها و آقایان. بایان یعنی خانوم، بای یعنی آقا. خب بایانلار و بایلار. کوچکلر و بیوکلر. کوچکلر و بیوکلر یعنی کوچکترها و بزرگترها. کوچک یعنی کوچک، بیوک یعنی بزرگ. انسانلار و حیوانلار. انسانلار و حیوانلار یعنی انسانها و حیوانات. تشکرلر. تشکرلر یعنی تشکرها، به معنای خیلی ممنون به کار برده میشه. تبریکلر. تبریکلر یعنی تبریک ها، که به معنی خیلی تبریک عرض میکنم. یک کلمه میگی تبریک، تبریکلر و تموم میشه. سلاملار. سلاملار خب یعنی سلام ها، منظور اینه که خیلی سلام عرض میکنم. مثلا ممکنه توی تلویزیون بشنوید، جایی اگر کسی سخنرانی میکنه بشنوید. سیوگیلر و سایگلار. سیوگیلر و سایگلار سیوگی یعنی دوست داشتن، محبت. سایگی یعنی احترام. سیوگیلر و سایگلار یعنی با عرض علاقه و احترام. کادنلار و ارککلر. کادنلار و ارککلر کادن که میشه زن، ارکک میشه مرد. کادنلار و ارککلر میشه زنها و مردها. خب دوستان، این ویدیو رو خدمتتون درست کردم. البته این ویدیو یعنی 2 سال پیشم درست کرده بودم، ولی خب یه سری مشکلات قانونی پیش اومد به خاطر واترمارکی که روی صفحه بود. اینه که یه سری از ویدیوها رو مجبورم کلن عوض کنم. اینه که با اینکه ویو زیاد داشته و چه میدونم کامنت زیاد داشته و شما خیلی لطف داشتید و اینا، این ویدیوهایی که الان درست میکنم خب جدید نیستش. اینا درس 1 تا 13، 1 تا 14، اینو باید عوض می شد و این بود که این ویدیو رو درست کردم. امیدوارم که این ویدیوها رو لایک بکنید، حمایت بکنید تا منم روحیه بگیرم. هر سوالی هم داشتید زیر ویدیوها کامنت بذارید، من در خدمتتون هستم. موفق باشید.